سرخط خبرها، آغاز یک جنگ داخلی بین طالبان در ارگ ریاست جمهوری. امرالله صالح: مقاومت مسلحانه در برابر طالبان یک ضرورت است. اخطار جدید امریکا به طالبان و طالبان در کابل یک کارمند امنیت ملی حکومت پیشین را کشتن. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به کسی که از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. طالبان در کابل یک کارمند امنیت ملی حکومت پیشین را کشتن. منابع محلی در کابل به خبرگزاری آماج نیوز گفتند که یک کارمند امنیت ملی حکومت پیشین از سوی طالبان در این ولایت کشته شده است. و گفته منبع، این رویداد شب گذشته جمعه نوع جدی در منطقه سرای شمالی از مربوطات نایی 11 شهر کابل رخ داده است. منبع از این جوان محمد عثمان نام برده و گفته است که او باشنده اصلی ولسوالی نجاب ولایت کاپیسا بود. بستگان او گفتند که محمد عثمان کارمند قطعه خاص امنیت ملی حکومت پیشین بود. کشتار نظامیان حکومت پیشین از سوی طالبان موضوعی تازه ای نیست. این رویدادها در حال اتفاق میفتد که طالبان با تسلط دوبارهشان فرمان عفو عمومی صادر کرده بودند. امرالله صالح: مقاومت مسلحانه در برابر طالبان یک ضرورت است. امرالله صالح، معاون رئیس جمهور فراری افغانستان، میگوید تا اکنون هیچ یک از اعلامیه‌های صادر شده از سوی جهان بر لغو تصمیم ممنوعیت کار و آموزش زنان برای طالبان منطقی نبوده است. از این رو با گفته او، مقاومت مسلحانه در برابر طالبان یک ضرورت است. امرالله صالح روز پنجشنبه 8 جدی با انتقاد از سیاست‌های غرب برای سفیرنمای طالبان با لحن تحقیرآمیز گفته است. لحن و اطلاعات استفاده شده در برخی از گفته‌های غربی‌ها هیبت الله رهبر طالبان را به عنوان فارغ التحصیل آکسفورد فرض می‌کند و می‌بیند که آیسای از حقانیه حمایت می‌کند. این در حال است که به دنبال بسته شدن درب دانشگاه‌ها برای دختران، وزیر اقتصاد طالبان در فرمان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را ممنوع اعلام کرده است. با این حال، شمار زیاد از سازمان‌های امدادرسان با انتقاد از این اقدام طالبان در مورد پیامدهای ناگوار اجتماعی و اقتصادی آن هشدار دادند. جنگ داخلی بین طالبان. رسانه آمریکایی: وضع محدودیت بر زنان اختلافات را در میان طالبان ایجاد کرده است. وضع محدودیت‌های گسترده از سوی طالبان بر زنان اختلافات را در میان این گروه تشدید کرده است، تا جایی که گروه‌های رقیب نیروهای وفادارشان را بسیج کردند. رسانه آمریکایی روز جمعه 3 دسامبر گزارش داده است احکام ملاحبت الله خانزاده، رهبر منزوی طالبان، باعث ایجاد اختلاف در رده‌های پایین این گروه شده است. بر اساس گزارش این رسانه، عقده بی‌رحمانه گروه افراطی طالبان برای محروم کردن زنان و دختران از هر گونه حقوقشان افغانستان را به انزوا کشانیده است. بر اساس این گزارش، مدت است که صدای اختلاف نظر میان رهبران شنیده می شود، اما این مورد ممکن است متفاوت باشد. مطابق گزارش این رسانه آمریکایی، گروه طالبان در ماه سپتامبر سال 2021 در کاخ ریاست جمهوری افغانستان با هم درگیر شدند و در جریان درگیری تیراندازی نیز کردند. گزارش افزوده است که دسترسی مردم افغانستان به سرمایه های مسدود شده این کشور اکنون بسیار دورتر از گذشته شده است. این رسانه گفته است که سرمایه های مسدود شده افغانستان در تأمین فقر، در بخش بانکی، حمایت از ثبات نرخ ارز و پرداخت برای واردات حیاتی مانند برق ضروری است. بر اساس این گزارش، 97% مردم افغانستان در فقر به سر میبرند و 2/3 جمعیت این کشور شدیداً وابسته به کمک‌های بشردوستانه اند. سازمان ملل تخمین زده است که کنار گذاشتن زنان از نیروی کار، سالانه 1 میلیارد دلار به اقتصاد ورشکستی افغانستان زیان وارد می‌کند.
اخطار جدید امریکا و طالبان. در ادامه واکنش ها به تصمیم طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان در موسسات داخلی و خارجی، نماینده امریکا در سازمان ملل گفته است که این تصمیم ظالمانه باید به گونه فوری لغو شود. نماینده امریکا در سازمان ملل روز شنبه دعی جدی در تویت با محکومیت این تصمیم طالبان را خطرناک و ظالمانه خوانده و خواستار لغو فوری آن شده است. او هشدار داده است تصمیم طالبان برای ممنوع کردن زنان از مشارکت در تلاش‌های بشردوستانه عواقب وحشتناک دارد. به گفته او، پس از این تصمیم طالبان 11.6 میلیون زن و دختر از کمک‌های حیاتی محروم شدند. پادشاه متعزل و خطرناک طالبان. خبرگزاری 8 صبح. همزمان با پایان یافتن یک سال پرفراز و نشیب، جهان در برخی از مسائل بلا تکلیفی اختیار کرده است. با توجه به اینکه توجه جهانیان به اوکراین جلب است، یادآوری خطرات احتمالی از سوی طالبان و جهانیان با مشکل مواجه است. خطراتی که از تلاش طالبان برای تبدیل افغانستان به یک پادشاه منزوی که رهبران آن بتوانند از فشارهای خارجی و اعتراضات داخلی چشم پوشی کنند ناشی می شود. برقم تصمیم های دو اراده ایالات متحده مبنی بر اینکه نقصه 01 طالبان هیچ بدیل جز همکاری سازنده با جهان نخواهند داشت، طالبان فقط از اصول خودشان پیروی کردند. گرچه دهها تعامل امریکا نتوانست تغییر معنادار در رفتار طالبان ایجاد کند، اما به شکل گیری نقصه غیر قابل تحمل از حکومت داری در افغانستان کمک کرد. بسیاری از بحث ها در مورد دخالت امریکا در افغانستان با یک پلان عجیب تعیین شده است. هر بار که امریکا برای خروج نیروها از افغانستان فشار می آورد، از قضای شرایط را برای ماندن یا بعداً بازگشت ایجاد می کند. با این حال، مانند گذشته، وابستگی فلج کننده افغانستان به پول نقد ایالات متحده و همکاری برای بقا همچنان نقش محوری امریکا را در آنجا و سراسر منطقه تقویت می کند. حقیقت این است که به همان اندازه که اوضاع در افغانستان بد است، ممکن است بدتر شود و فروپاشی کشور تا رسیدن به یک وضعیت نابسامان و یا ناویران شده متوقف نخواهد شد. با بازگشت طالبان، توریسم جهانی به دنبال شکل دادن یک شرکت جهادی تجاری هستند و به دلیل سالها همکاری، ظهور دوباره طالبان گروه های توریستی را قادر می سازد که نسبت به طالبان احساس خویشاوندی و تعهد داشته باشند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب کنید.